خبری از افغانستان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که به نظر میرسد سنیهای های تندروی طالبان با آتش بس موافق نیستند جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این حال گفته که آزادی زندانیان طالبان روند پیچیده فنی و قانونی است و هر ای سبب اختلاف در این روند می شود. وی همچنین اعلام کرده که ورود یک هیئت فنی از طرف گروه طالبان برای گفتگو درباره آزادی زندانیان این گروه به تعویق افتاده است. فیصل در توییترش نوشت که گروه طالبان با آتش بحث موافق نیست و خشونت افزایش یافته است. بنابراین تعداد زندانیان به طور مداوم در حال تغییر است. طی روزهای اخیر درگیری ها در افغانستان افزایش یافته و به تازگی نیز ولایت بدخشان شاهد حملات گسترده سنی های تندروی طالبان است از سوی دیگر دولت افغانستان و طالبان هفته گذشته در دو کنفرانس ویدیویی درباره آزادی زندانیان گفتگو کردند و بر اساس گزارش ها به توافق نیز رسیدند این در حالی است که زبیح الله مجاهد سخنگوی سنی های تندروی طالبان با اشاره به توافق مدعی شده که فهرست ارائه شده افغانستان از زندانیان این گروه ناقص است و باید اصلاح شود پیش از این دولت افغانستان با آزادی 5000 زندانی طالبان به صورت تدریجی توافق کرده بود اما این گروه خواستار آزادی تمام زندانیان در یک مرحله شده بود و این اختلاف آروند مبادله زندانیان را به تعویق انداخت